په هرات ولایت کې د ادرسکن ولسوالۍ د کونډو کلي ته د مرستو رسولو موټر د ازادي راډیو د هغه راپور وروسته چې د کونډو د کلي د ښځو د ژوند د وضعیت او بېوزلۍ په اړه یې برابر کړی و د افغاني سرې میاشتې ټولنې دوی ته د مرستو کڅوړې وویشلې. این محل توسط رادیو آزادی، توسط رسانه رادیو آزادی از طریق صحبت های اجتماعی به نشر رسیده بود. ما این خبر شنیدیم و در رضاکارهای خود قبلا در جهت سرویس محل روان کرده بودیم. اینجا حدود 70 فامیل است. اینا مردم های بسیار آسیب پذیری هست که موادی که ما امروز آوردیم برای 70 فامیل است. اینا مواد غیر غذایی شامل کمپل، شامل ترپال، شامل کتی سهی است که مخصوص برای خانم ها هست، تصفیه کنی آب هست، بشکه هست و ترپاله که آوردن برای 70 فامیل رو توزیع میکنیم. دیده کلی دی اکثر خزو میلونه په ایران که دی نشه ای تو که دی کاربار په تور ایدم شوی دی. په ایدم شوی که دی مریم دری زمن هم بود. اوس دغه میرمن دی جون ستونزمن شیبی تیروی. بگم برافتان کار نبود اگه اینا باید بینویگی هیدنی برافتان کار کنن این مواد بردم همون جگاه و گفتم سر مانو تقدیر خدا شد بگفتم بکشتم بیتاش را همه پل نداشتم که بیارم نه پل نداشتم نه مرگ شد دیدم نه دردی شد حتی بی جون خوار برافتان زن دارم یکی سه اولاد داره یکی دو اولاد داره خود منو پیر مرگ که خدا بیامد وقت مانده ها این آرسا منه و خود منم هم بچه همه برفته چه ایدیگا با مال قطیق برا کشته شد دیگه بگیرستم ادام کردم خود تام کنی به ایران ادام نمی کنه بگیره خواه ادام کردم گفتم شیعه ایش شده شده بر برفته مال قطیق بوده ایسا چه افش ده تا کده اگری دو بمانده دیگه چی بگم قصد دیگه چی بگم د ازادۍ راډیو د راپور تر خپرېدو مخکې د دغه کلي د اوسیدونکو او کونډو میرمنو سره هیڅ ډول مرسته نه وه شوې خو اوس د ادرسکن ولسوال هیله من دی چې د دغه کلي له اوسیدونکو سره ډېرې مرستې وشي. با مو شکلی که خبررسانی رادیو آزادی به ولسوالی ادرسکن تشریف آوردن یک هفته نمیشه که اینو دیدیم که مؤسسه محترم میلال عمر آمد و صدای ما رو به گوش مسئولین رسان. خواهش ما می است که رسانه ها دیگه هم به ولسوالی ادرسکن تشریف بیارن و اینو میتوری که رادیو آزادی صدای ما صدای مردم غریب و بیچاره ادرسکن به گوش مردم رسان. اینو خواهش ما از رسانه های دیگه هم داریم که تشریف بیارن به ولسوالی ادرسکن حال احوال مردم رو ببینم مشکلات مردم رو ببینم و گوش مسئولین برسانم. د کونډو کلی د هرات ښار د لویدیځ په 15 کیلومتره کې پروت دی چې ډېری شمېر ځوانان یې په ایران کې د نشه‌یي توکو د قاچاق په تور وژل شوي او یا هم د ایران هیواد له لورې اعدام شوي دي. اوس د ماشومانو لویېدل او د کورنیو سرپرستي د دغو میرمنو پر غاړه ده.